سلام دوستان، در جلسه قبل تونستیم با هم دیگه فعالیت های WBS رو که استخراج کرده بودیم در نرم افزار MSP وارد کنیم. خب در حال حاضر ما فعالیت ها رو میشناسیم، اما اینکه چه فعالیتی اول باید انجام بشه و چه فعالیتی پس از اون باید انجام بشه رو نمیدونیم. ما باید توالی فعالیت ها رو شناسایی کنیم تا بدونیم که چه فعالیتی رو در چه زمانی انجام بدیم و چه فعالیتی رو پس از اون بتونیم انجام بدیم، یا چه فعالیت رو همزمان با اون شروع کنیم و یا چه فعالیت هایی باید همزمان با هم پایان پیدا کنن. تا اینکه این فعالیت ها به ترتیب که انجام بشه، آنگاه میتونیم بگیم پروژه ما انجام شده. پس باید توالی از فعالیت ها رخ بده و به پایان رسیده بشه تا اینکه بگیم پروژه تموم شده و انجام شده، و تمام شدن تمامی فعالیت ها منجر به تمام شدن پروژه میشه. خب ما در این جلسه میخوایم نحوه شناسایی توالی فرآیند ها رو و اینکه چجوری اونا رو ترسیم بکنیم تا اینکه بهتر بتونیم شبکه پروژه‌مون رو بشناسیم و اون رو مدیریت کنیم رو خواهیم داشت. خب بعد از اینکه گفتیم فعالیت ها شناسایی شد، نوبت به رسیدن وابستگی‌های بین اونها میشه، یعنی اینکه بدونیم وابستگی بین هر فعالیت چی هست و چه چیزی پیش نیازه و چه چیزی پس نیاز اون هستش، که به این پیش نیازها و پس نیازها وابستگی‌های بین هر یک از فعالیت‌ها می‌بینیم. خب برای اینکه ما بتونیم درک بهتری از وابستگی‌ها داشته باشیم، خب یه راهش اینه که ما بگیم فعالیت A که اینجا وجود داره خب اول انجام میشه و فعالیت B که بعدی اون هست، اگه یادتون باشه ما به صورت سلسله مراتبی میمدیم پایین همه رو مینوشتیم دیگه. اینجا جلوش بگیم آقا به جای اینکه چیزی تو اون ستون بعدی بهش بگیم، تو ستون جلویش بهش بگیم که اول A انجام میشه. خب وقتی که فعالیت ها خیلی زیاد میشه و ما همینطوری داریم، بعد مثلا میگیم اینجا C باشه و D باشه، خب ما خودمون به شخصه سخته واسه اون تشخیص بدیم که توی یک ماتریس چه فعالیتی ابتدا انجام میشه و چه فعالیتی انتها انجام میشه. شاید نرم افزار خیلی راحت میتونه بفهمه از طریق ماتریسی متوجه بشه که آقا چه فعالیت های پیش نیازن چه فعالیت های پس نیازن، اما انسان به راحتی نمیتونه اون رو تشخیص بده. به خاطر همین از نمودارها کمک میگیره و سعی میکنه توالی فعالیت‌ها رو طوری نمایش بده که با چشم انسان سازگاری بیشتر داشته باشه و با کمترین تلاش بتونه اونها رو شناسایی کنه. خب ما انواع روش‌های نمایش توالی فعالیت‌ها رو داریم که سه روش اون از همه معروفتر هستن و استفاده بیشتری میشه. قبل از اینکه وارد بحث حالا اینکه چه سیستم های نمایشی داریم، باید بدونیم که ما درسته که بیشتر اوقات، یعنی همیشه از نرم افزار استفاده میکنیم تا تجزیه تحلیل رو واسه ما انجام بدن، اما اگر قبل از اینکه وارد نرم افزار بشیم علم اون رو یاد بگیریم و مفاهیم پایه اصلی رو یاد بگیریم که چی هستن و نرم افزار بر چه اساسی در حقیقت کار میکنه، علم و آگاهی ما از نرم افزار، از پشت نرم افزار که بیشتر بشه، راحت تر میتونیم اون رو یاد بگیریم و سریع تر میتونیم اون رو استفاده کنیم و همچنین قابلیت ما واسه خلق خلاقیت بیشتر میشه، یعنی ما میتونیم استفاده بهینه ای از نرم افزار بکنیم. اگر شما مفاهیم ریاضیاتی قبلش رو ندونید و ندونید که نرم افزار چطور کار میکنه و یه یوزر فقط باشید که دیتا وارد اون نرم افزار میکنه، هم سخت‌تر نرم افزار رو یاد میگیرین، گیج میشین توش، گنگ میشین، مخصوصا وقتی که به یک مشکلی بر بخورین نمیدونین چی کار بکنین، و خب وقتی که ندونین چی کار بکنین سطح آگاهی شما کمتر باشه، خب بالطبع شما دانش کمتری دارین، خب استفاده کمتری سازمان میتونه از شما بکنه و جایگاهتون پایین تر خواهد بود. پس باید واسه اینکه جایگاه بالاتری رو بگیرین، اول علم اون رو یاد بگیرین و بعد بیاین نرم افزار رو یاد بگیرین تا بتونین مشکلات عملی که با اون مواجه میشین رو برطرف کنین و همچنین بتونین
علاوه بر رفع مشکل خلاقیت ایجاد بکنیم و یه چیزی فراتر از نیاز مدیرتون یا حتی کار خودتون که هستش، چیزی فراتر از اون چیزی که انتظار میره رو به بالادستی خودتون ارائه بدین تا پیشرفت بهتری توی کار داشته باشه. پس مهمه که ما بدونیم که نرم افزارها از چه سیستم هایی دارن استفاده میکنن و اول نحوه محاسبه دستی اون توسط انسان رو یاد بگیریم. خب سه نمودار وجود داره. اولی نمودار گانت هستش که خیلی قدرت نمایشی خوبی داره و ما توی نرم افزار MSP هم اون رو بیشتر میبینیم چون میتونیم راحت تر درکش کنیم، اما قابلیت محاسباتی زیادی نداره که حالا جلوتر اون میبینیم. سیستم بعدی فعالیت بر روی گره هست و سیستم سوم فعالیت بر روی کمان، که حالا اول گانت چارت رو اگه بخوایم ببینیم، این یک نمونه از گانت چارت. گفتیم که گانت چارت خیلی راحت تر میتونیم تشخیص بدیم که الان فعالیت ها در چه وضعیتی هستن و قدرت تحلیل ریاضیاتی شاید نداشته باشیم، اما قدرت تجزیه تحلیل تصمیم گیری بهتری به ما میده وقتی که بتونیم بهتر اونو مشاهده کنیم. تو نمودار گانت اینها که تسک سامری ها هستن نشوندنده یک لول بالاتر از فعالیت ها هستن. ما گفتیم که در واقع فعالیت ها که آخرین سطح WBS هستن رو ما داریم مدیریت میکنیم و انجام شدن اینها منجر به انجام شدن بالادستیش میشه و انجام شدن بالادستی اون منجر به انجام شدن سطح بعدی و در نهایت انجام شدن همه اینا باعث انجام شدن کل پروژه میشه. خب همونطور که میبینین تو نمودار گانت ما تسک سامری ها رو به این صورت نشون میدیم، تسکا رو به این صورت نشون میدیم، اما فعالیت ها به شکل یک میله هست که اندازه اون نشون دهنده اندازه زمان هست. خب حالا تو MSP قابلیتی داری که میتونیم فعالیت ها رو جلوش اد کنیم و بگیم نشون بده، میتونیم، البته به صورت پیشفرض این قابلیت وجود نداره و خب الزامی هم نیستش که وجود داشته باشه، اما خب اصل نمودار گانت اینطوریه که ما خود فعالیت رو به صورت یک میله نشون میدیم. پر شدن میله نشون دهنده اینه که چقدر کار اون انجام شده، پس ما میله رو تو خالی در واقع داریم نشون میدیم و در طی انجام پروژه این تو پر میشه. و خب پیش نیاز و پس نیاز از طریق کمان اینجا دارین مشاهده میکنین که نشون داده میشه و میگیم که اول این فعالیت داره انجام میشه و سپس این فعالیت، و فعالیت اول که حالا تو اینجا داره نمایش داده میشه اینجا هستش و به ترتیب فعالیت ها دارن جلو میرن. خب نمودار گانت خیلی ساده هست، درک ساده ای داره و راحت میتونیم درک کنیم، ولی گفتیم واسه محاسبات و تصمیم گیری ها استفاده نمیشه و بیشتر برای نمایشه و خب یک شخصی میتونه با یک نگاه به راحتی بفهمه که پروژه به چه صورته. شبکه ها در حقیقت روش دیگری واسه نمایش پروژه است. ما پروژه رو به صورت یک شبکه از فعالیت ها نشون میدیم که اولین شبکه‌ای که میخوایم اینجا بحث کنیم AON هست، یعنی فعالیت بر روی گره، Activity on Node. یعنی اینجا هم خب از همونطور که از اسمش پیدا هست فعالیت ها روی یک گره، به این یک گره میگن، روی یک باکس، یک جعبه نوشته میشن و کمان ها نشون دهنده وابستگی های بین اونها هستش. پس من واسه اینکه یک فعالیت رو نشون بدم میگم فعالیت A، روی باکس میذارمش، میگم این فعالیت پیش نیاز فعالیت بی هستش که اینجا روی باکسی میذارم واسه بی، درسته؟ بعد اینجا متوجه میشم که اول A بعد B، ولی اینجا زمان رو نشون نمیدیم، اینجا کمان نشون دهنده هیچ زمانی نیستش و اندازه باکس هم نشون دهنده هیچ زمانی نیست، پس اندازه هیچ تعریف نداره. اما جلوتر که بیایم متوجه میشیم که ما اطلاعات بیشتری رو در اون یک جعبه یا باکس می‌نویسیم و اون رو به چند قسمت تقسیم می‌کنیم به این صورت، و خب اطلاعات به خصوص اون فعالیت رو میتونیم اون وقت توی این باکس نشون بدیم. شبیه همون شناسنامه WBS هست، به صورت خلاصه ما توی یک باکس نشون میدیم که جلوتر خواهیم دید. چون ما روابط وابستگی رو فقط این نیستش که آقا این انجام شد بعد این بتونه انجام بشه، یا مثلا این انجام شد سپس میتونین دوتا انجام شه، و اگر این دوتا انجام شد این بتونه انجام شه، فقط به این صورت نیست. ممکنه بگیم که
اگر این شروع شد، خب این هم اونگاه آنگاه میتونه شروع بشه و دیگه اینو اینطوری نشون نمیدیم، از ابتدای فعالیت رو میگیریم و به انتهاش وصل میکنیم که حالا بعدا و جلوتر میبینیم. شبکه بعدی سیستم بر روی کمان هست، فعالیت بر روی کمان هست که به اون AOA میگن، Activity on Arrows، فعالیت بر روی کمان. خب واسه اینکه ما بتونیم یه چنین شبکه رو بکشیم یه ذره قواعد بیشتری رو باید رعایت کنیم. اولین نکته اینه که ما فعالیت ها رو روی کمان تعریف می‌کنیم، میگیم آقا این کمان نشوندنده فعالیت A هستش. اندازه کمان نشوندنده مدت زمان نیست، ناکنین این کمان این فعالیت A داره 5 روز طول میکشه، اما این کمانی که خب طولانی تر هم کشیده شده داره 2 روز انجام میشه، پس اندازه کمان نشوندنده چیزی نیستش. دومین نکته اینه که ما گره ها رو داریم، این یک گره هست و اینم یک گره دیگه. هر گره یک رویداد در نظر گرفته میشه، یعنی یک رویداد یا یک لحظه زمانی. شما میبینید وقتی که ساعت رو میخواییم بخونیم هیچ وقت نمیاییم بگیم ساعت 3:55 و 5 ثانیه، 6 ثانیه، 7 ثانیه، اینطوری نمیریم جلو دیگه. پس خیلی سریعه، این لحظه زمانی هم خیلی سریعه، یک لحظه زمانیه، یک پلکه، اینطوری در نظر بگیرینش. و خاطرتون باشه وقت ما هر فعالیت رو با 2 گره، با 2 رویداد باید شروع بدیم، رویداد شروع و رویداد پایان. پس این اولی رویداد شروع اون هست، این دومی رویداد پایان. خب وقتی که اینطوری در نظر بگیریم اینطوری میشه که رویداد شروع رخ میده، یک پلک زدن شروع، بعد فعالیت آ مدت زمان خودش رو یعنی 5 روز رو باید بگذرونه و یک زمانی هم پایان پیدا کنه. وقتی که بگیم پایان، یک لحظه زمانی پایانه که تموم شد رفت، یک پلک به هم زدن و پایان رخ میده. وقتی که الان بر اساس این تعریف وقتی که این پایان رخ بده، شروع فعالیت بعدی هم همون لحظه زمانی آغاز میشه. حالا این دامی رو من تعریف میکنم یک فعالیت مجازی، اما اینجا داره نشون میده به من که وقتی که این لحظه زمانی تموم شد واسه فعالیت آ، این گره به این رویداد به رخ میده یا رویداد 20 رخ میده، درسته؟ پس پایان این در یک لحظه و همون لحظه شروع رویداد بعدی که حالا 20 باشه واسه فعالیت دی رخ میده. خب نکته بعدی اینه که ما هر فعالیت رو فقط با یک شروع و پایان میتونیم نشون بدیم، یعنی فعالیت آ فقط یک رویداد شروع و یک رویداد پایان میتونه داشته باشه. بنابراین ما نمیتونیم اینجا اینطوری بگیم که آقا الان از این که چیز شد، البته اینجا الان اینجا نکته رو نگاه کنین، الان اینجا 2 تا کمان خارج شده، خب و یکی رویداد 20 و یکی رویداد 25. خب ما نمیتونیم اینجا 2 تا رو توپر بکشیم، یکیشو باید نقطه چین به عنوان مجازی بذاریم، به خاطر اینکه بر اساس اینکه فعالیت AC باید 2 تا رویداد مجزا داشته باشه و فعالیت D هم باید 2 تا رویداد مجزا داشته باشه. اگر من از این نقطه چین استفاده نمیکردم و میگفتم فعالیت D هم مستقیم روی این 10 بیادش، اون وقت نها کنین اینم میکردم 10. خب حالا نها کنین فعالیت C از 10 به 25 میرفت، فعالیت اینم یکی کردم دیگه، فعالیت D هم از 10 به 25 رفتش. خب ما فعالیت C رو بر اساس آیدی 10-25 میشناسیم توی کامپیوتر، موقع محاسبات میگیم آقا این فعالیت C یعنی همون 10-25، یعنی رویداد شروع 10 و رویداد پایان 25. اون وقت فعالیت D هم 10-25 میشدش، درسته؟ و کامپیوتر یا موقع محاسبات این دی رو دیگه نمیشناسه، این سی رو هم نمیشناسه، این 10-25 رو میشناسه و این 10-25 رو میشناسه و اون وقت میگه این دوتا فعالیت یکی هن، که پس محاسبات ما اشتباه میشه، یعنی ما به یه فعالیتش داریم تبدیلش میکنیم، به یه فعالیت داریم تبدیلش میکنیم. پس به خاطر همین از یک فعالیت مجازی استفاده میکنیم. فعالیت مجازی زمان نداره، منبع نداره و هزینه نداره و فقط باسه رعایت اصول ترسیم شبکه که حلقه ایجاد نشه. من اگه اینجا اینطوری میکردم یه دونه رویداد داشتم،
یه اینطوری می اومد، یه رویداد 10 داشتم و یه رویداد 25 داشتم. خب یه دونه اینجوری می اومد، یه دونه اینطوری می اومد دیگه. کامپیوتر این دوتا رو یکی در نظر میگیره، در صورتی که دوتا متفاوتن و این داره نشوندنده یه حلقه است. ما نمیتونیم یه چنین حلقه ای رو توی این شبکه AOA داشته باشیم. خب نکته آخری که باید توی AOA رعایت کنیم، چون نمیتونیم داشته باشیم، پس از فعالیت مجازی استفاده میکنیم تا بتونیم از این حلقه جلوگیری کنیم. خب وقتی که وارد مثال بشیم دقیقا میبینیم که مشکل اینو و مشکلی که بهش بر میخوریم و کجا باید از فعالیت مجازی استفاده بکنیم. الان فقط تعریفش رو بدونیم که فعالیت مجازی فعالیتی هستش که زمان و منبع و هزینه نداره و فقط با سر رعایت اصول ترسیم شبکه است که از حلقه، ایجاد حلقه جلوگیری میکنم. خب نکته بعدی که باید توی AOA ها رعایت کنیم این هستش که موقع شماره گذاری، این شماره گذاری ها اگه این I باشه و این J باشه، بر اساس پیشرفت پروژه از ابتدا تا انتها، یعنی مسیر پیشرفت پروژه من هستش دیگه، از کوچک به بزرگ بریم، یعنی این 5، این 10، بعد این میشه 15، بعد این میشه 20. اگه من اینجا یه دونه داشته باشم، سه تا اینجا هم ردیفش داشته باشم و حالا دو تا هم اینجا داشته باشم، چجوری اینو کد گذاری میکنیم؟ فرض کنیم که به این شیوه اینا به هم متصل شده، درسته؟ خب این شیوه منطقیه دیگه. هر فعالیت هم شروع و پایان جداگونه ای داره تو این شبکه‌ای که الان من ترسیمم کردم. خب یعنی این یه فعالیت A اگه باشه، این B، این C، این D، E، F، G، H هر کدوم شروع و پایان مجزا داشت. میتونن پایانشون یکی باشه یا شروعشون یکی باشه. اگه شروعشون یکی بود پایانشون باید متفاوت باشه. اگه پایانشون یکی بود مثل اینجا، شروعشون باید متفاوت باشه. حداقل یه دونش باید متفاوت باشه. خب تو این چجوری شماره گذاری میکنم؟ اینو فرض میکنم صفره، مثلا شروع من هست، شروع پروژم هست. از اینجا شروع میکنم، از بالا به پایین 1 2 3، بعد میام اینجا 4 5 و 6، بر اساس مسیر پیشرفت پروژم از کوچک به بزرگ و حالا از پایین به بالا یا از بالا پایینش در حقیقت زیاد متفاوت نیست، ولی خب میان اصولا از بالا به پایین شماره گذاری میکنم. ولی این مهمه که از شروع پروژه از کوچکترین عدد شروع کنیم و به بزرگترین عدد بریم. به میان یک شبکه AOA یعنی Activity on Arrow که فعالیت ها روی کمان هست و بازای زمان یعنی رویدادها بر روی گرا هستند. و خب زمان رو هم زیر هر کدوم از کمان ها می نویسن واسه محاسبات زمانی که بعداً با اونا آشنا خواهیم شد. خب در نهایت می رسیم به انواع و اقسام روابط وابستگی. همونطور که قبلاً هم گفتم توی اینجا ما فقط یک شروع، یعنی اینکه پایان یک فعالیت موجب شروع یک فعالیت بشه رو در عمل نخواهیم داشت و روابط متفاوتی بین یک فعالیت وجود داره که اینجا میخواییم اونا رو تعریف کنیم. خب اولی که دیدیم فینیش تو استارت بود، یعنی فینیش پایان یک فعالیت، اینجا از انتهای این فعالیت میگیریم، موجب شروع فعالیت بعدی میشه. پس اگر من یک فعالیت A رو به اتمام برسونم، فعالیت B رو آنگاه میتونم شروع کنم. خب اکثر اوقات ما خیلی وقتا فعالیت ها از این نوع سبک هستن، از این سبک هستن. نوع معروف دیگه اون SS. خب SS هم یکی از روابطی هست که خیلی استفاده میشه که یعنی استارت، این یعنی اگر من آغاز به انجام فعالیت A کردم، من اینجا شروع کردم، در همون لحظه میتونم B رو هم شروع کنم. یه جور دیگه میتونم نمایشش بدم واسه اینکه درک ساده تری داشته باشه. اگر این A باشه، خب اینجا زمان باشه، خب فعالیت B هم دقیقا میتونه بیاد زیر این همزمان با A شروع بشه. خب اما وقتی که میگم SS
و همینطور خالی گذاشتمش. اگر از لحاظ زمانی در نظر بگیریم، وقتی که این رابطه رو تعریف کنیم به صورت SS، وقتی A شروع شد B هم باید شروع بشه، نه اینکه میتواند شروع بشه. خب یعنی اینجا من اشتباه نوشتم، اینا بایدن. خب باید شروع بشه، درسته؟ اگر شروع نشه ممکنه تعویق بیفته. حالا تو عمل خب مثال های متفاوتی از این قضیه هستش. یه مثالش میتونه موقع مثلا کارهای ساختمونی باشه که وقتی ما سیمان رو ریختیم، خب همون لحظه که سیمان رو داریم میریزیم، به طور مثال یک میله آهنی هم باید باش بیاد پایین. حالا اینو من مثال فرضی زدم، من هیچ تجربه توی کارهای عمرانی ندارم و بیشتر خب پروژه سازمانی رو الان تو ذهنم نیست که چه مثالی واسهتون بزنم. تو مثال خودمون به احتمال قوی میبینیم روابط مختلفو. اما چرا خب کاربرد این از این میگم شاید حتی بیشتر هم باشه، SS از FS بیشتر باشه. وقتی که ما با زمانها آشنا بشیم، اینجا تعریف میکنیم که آقا فینیش A وقتی که رخ داد، پایان A وقتی که رخ داد، بعد از 5 روز مثلا رنگ رو ما زدیم، رنگ زدن تموم شد، باید خشک بشه. پس میگم 5 روز باید وایسم یه دیلی بخوره بعد بی شروع بشه. پس من یه دیلی اینجا باید داشته باشم بعد از 5 روز. همینطور واسه SS، مثلا فعالیت B میخوام فینیش تو استارت باشه و میخوام با رابطه SS نشونش بدم، این بازه دوریشنش، بازه زمانیش 5 روز باشه، خب اینم 1 روز باشه. وقتی که A استارتش رو زد، B هم میتونه شروع بکنه، ولی پس از 1 روز. ناکنین اینجا اگه 1 روز باشه، نه اینجا حالا 1 بذارم، اینجا میام B رو میکشم حالا 5 روز. خب در واقع همون فینیش تو استارت من شد، الان A استارت خورد، 1 روز گذشت و حالا B استارت میخوره. پس من رابطه FS رو با SS رو هم میتونم نشون بدم و همینطور رابطه های دیگر رو. پس رابطه SS توی خیلی جاها توی حالا محاسبات ریاضی وقتی که مدل سازی میکنن از SS استفاده شاید بکنن. همه روابط رو ابتدا به SS تبدیل میکنن و بعد محاسبات ریاضی رو انجام میدن. ولی خب ما تو این دوره با اون زیاد برخورد نخواهیم داشت، چون حالا ما نحوه محاسبات ساده رو یاد میگیریم که از طریق مسیرهای بحرانی هستش، اینکه چجوری روابط زمانی رو به دست بیاریم و محاسبات زمانی رو انجام بدیم رو یاد میگیریم. و خب دیگه بعد از اینکه یاد گرفتیم، دیگه نرم افزار داره واسه ما این کار رو انجام میده. کسانی که میخوان توی علم مدیریت پروژه و علم به دست آوردن محاسبات زمانی بیشتر کار بکنن، میرن توی مدل سازی و بحث پیشرفته تر. خب رابطه بعدی FF هستش، همونطور که میتونیم پیش بینی کنیم، یعنی فینیش A فینیش B، یعنی وقتی که A تموم شد B هم باید تموم بشه. حالا به صورت هم عرض روی طول زمانی اگه بخوام نشون بدم، این بازه زمانی من باشه، اینجا A من استارت خورده و شروع کرده و اینجا هم تموم شده باشه به صورت نمودار گانت، B هم حالا هر چقدر زمان داشته، شاید اصلا قبل A مجبور بشه شروع کنه، تو همون لحظه زمانی اگه این B باشه، اینجا باید تموم بشه. وقتی که A تموم شد، B هم تموم شد، دیگه با استارتش من کاری ندارم. هر موقعی که استارت رو زدی، فینیشی که A خورد، B هم باید فینیش پیدا کنه، یعنی همزمان با هم باید تموم بشن. رابطه آخر هم SF هستش، یعنی اگر A استارت خورد، B باید تموم شده باشه، که اگر من دوباره به صورت نمودار گانت بخوام نشون بدم، این A باشه. خب چرا بگم گانت؟ به خاطر اینکه گفتیم که میله‌ای که اینجا میکشیم، حالا جعبه‌ای که میکشیم یا هر چیزی که میکشیم، طول اون جعبه نشوندنده زمان ما هستش، به خاطر این میگم گانت. ولی اینجا طول جعبه نشوندنده هیچ چیزی نیستش. خب اینجا A دیگه، استارتش اینجاست، فینیشش اینجاست. من گفتم وقتی که A استارت خورد، B میتونه باید فینیش پیدا کرده باشه، پس اینجا باید B من باشه. حالا دیگه با استارت B من کاری ندارم، میخواد 2 روز پیش باشه، 10 روز پیش باشه، بر اساس مدت زمانی که داره. ولی وقتی که
A استارت خورد اینجا، B باید تموم شده باشه. پس با این چهار نوع رابطه زمانی معروف رو داریم و ازش استفاده میتونیم بکنیم، که در جلسه بعدی ما مثال عملی اون رو خواهیم داشت و سعی میکنیم که در ابتدا یک نمودار AOA بکشیم. خوبه، اول AOA معمولی میکشیم، بعد یه AON میکشیم. AONی که اطلاعات زیادی نداره و فقط فینیش تو استارته، خب، و بعد AOA کاملمونو میکشیم که FF و SSش رو میتونیم تعریف کنیم. وقتی که من اینو به چهار قسمت، حالا به این دو قسمت تقسیم کنم، اینجا Sش باشه، اینجا هم F باشه، بر اساس این میام نمودار AON رو میکشم که از این چهار تا رابطه استفاده میکنه. بعد از این مثال وارد نرم افزار MSP خواهیم شد که تو دو جلسه بعد میشه که چجوری روابط وابستگی رو توی MSP وارد کنیم و نمودار گانت و AONی که به ما میده رو بتونیم مشاهده کنیم، چون MSP نمودار AON رو هم به ما میده و با همون دیتیل هایی که گفتم توی این جعبش هم نشون میده. بعد از اینکه وارد MSP کردیم، روابط وابستگی رو خوب یاد گرفتیم، اون وقت وارد زمانبندی پروژه و مدیریت زمان در پروژه خواهیم شد. امیدوارم استفاده کامل رو کرده باشین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.